12 نیرومند امسال در دو بخش بهترین بازیگر مرد و فیلم دراما نامزد دریافت جایزه منتخب تماشاگران یا People's Choice Awards شده. جایزه‌ای که هر سال با رأی تماشاگران به آثار تفریحی و سرگرم کننده اهدا میشه. این فیلم ماجرای گروهی از تکاوران آمریکایی است که بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر برای جنگ با طالبان به افغانستان اعزام میشن. نوید نگهبان یکی از بازیگران فیلم در گفتگو با بهنود مکری در مورد این تجربه توضیح میده. چطور به این پروژه ملحق شدی و چه نقشی داری؟ 12 Strong فیلمی هستش که راجب هورس سولجرز، یک کتاب بوده که نوشته شده، یک گروه سرباز 12 سرباز آمریکایی که جزو اسپیشال فورس هستن، اینا میرن افغانستان بعد از سپتامبر 11 و میخوان که مزار شریف رو نجات بدن، مزار شریف رو از دست طالبان بگیرن، و موقع که میرن اونجا با جنرال دوستم که الان وایس پرزیدنت افغانستان هستش، اینا دستن در کار میشن. جنرال دوستم تنها کسی بوده که راضی میشه به اینا کمک بکنه که برن مزار شریف رو بگیرن، چون وسیله نقلیه نداشتن و تنها رایی که داشتن این بوده که با اسب حرکت بکنن. واسه همینه به اینا میگن هورس سولجرز. یه مجسمه هم هستش که تو نیویورک به اسم هورس سولجرز که فکر میکنم تو نیویورک هستش. امکانش واسه من پیش آمد که با چند تا از این اشخاصی که دستندرکار این حرکت یا این حمله بودن، من با اینا برخورد داشته باشم و باهاشون صحبت بکنم، و خیلی از سربازهای آمریکایی که من باهاشون صحبت کردم، کسایی که دستندرکار بودن، گفتن که بدون کمک افغانی‌ها و بدون کمک افغان‌ها ما به هیچ وجه نمیتونستیم پیش بریم و جلو بریم. و یکی از چیزهایی که واسه من خیلی مهم بود موقع که من فیلم نامه رو خوندم این بود که این اولین فیلمی بود که من تا حالا خونده بودم توی آمریکا که واقعا داشت جسارت و دلیری، قدرت، این قدرت درون این برادرای افغان ما رو به من نشون میداد. خیلی از کسایی هم که با ما روی فیلم کار کردن کسایی بودن که حتی تو اون زمان تو این حرکت، تو این موومنت، اونا هم جزوش بودن و الان مثلا تو آمریکا دارن زندگی میکنن. اون واسه من خیلی مهم بود. میدونم پروژه سختی هم بود، کلی وقت و انرژی صرف اون کردی. درباره فیلم برداری توضیح بده، چه آموزش هایی دیدی و چه تجربه ای بود؟ یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهم بود این بود که این جنرال دوستم روی اسب بزرگ شده و طوری که این اسب سواری میکرد باید طوری باشه که این اسب و جنرال دوستم یکی هستن. خب من سالها پیش اسب سواری کردم، یه مدت هم کار وسترن کردم. موقعی که من گفتم آره باید سوار اسب باشی و اسب سواری بکنی، گفتم کردم، مسئله نیستش. رفتم اونجا و بعد گفتم باید حتما ترینینگ داشته باشی. گفتم مثلا عالیه، مدت‌ها رو اسب نبودم، خیلی دارم میخواد سوار باشم و خیلی مشکل بود. ترینینگ، ملیتری ترینینگ داشتیم، شوتینگ با اسلحه‌های مختلف و اصلا خود فیلم خیلی از بچه‌ها مثل این بود که داریم میریم مدرسه نظام و خوب بود خوب بود، ولی آدم ها یادش میندازه که دیگه چی میگم گاهی قد اونی که بودی نیستی